حضرت الله بالله العلی العظیم. 5 4 3 2 1 فایر. رختگیری و شلیک موفقیت آمیز موشک‌های سامانه مرصاد به 3 هدف پهپادی در روز سوم رزمایش. قدرت قابلیت مقابله با جنگ‌های الکترونیکی و همچنین سرعت بالا از ویژگی‌های سامانه موشکی مرصاد است. امروز سامانه موشکی مرصاد در منطقه چابهار سپهباد شناسایی دشمن را رختگیری و در فواصل 18، 26 و 32 کیلومتری از سامانه با موفقیت منهدم کردند. سامانه موشکی تلفیقی، موشک شلمچه و سامانه مرصاد که هیچگاه ما این دو رو با هم آزمایش نکرده بودیم، در این رزمایش آزمایش کردیم، پهپاد هم زدیم. انشالله منبعد روی همه سامانه های مرصاد دوی ما سامانه موشکی شلمچه مورد ارزیابی عملیاتی صحنه‌ای بر علیه هواپیماهای متخاصم آینده انشاءالله قرار خواهد گرفت. حفظ برتری هوایی و پشتیبانی از نیروهای مستقر در دریا و خشکی و سوختگیری هوایی هم از دیگر تمرین‌های امروز بود. تجهیزات جدید یا قطعاتی که خودمون ساختیم دقیقا یا را مورد مطالعه، بهره برداری و تست و آزمایش قرار میدیم. بهره گیری از سامانه های جدید و دقیق راداری در قالب پدافند هوایی هم بخشی دیگر از برنامه های روز سوم رزمایش مشترک ارتش بود. در بحث توپخانه‌ای و ارتفاع پست هم سامانه هایی که 100% بومی شده اند امروز ماموریت خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. علاوه بر مراقبت از منطقه عمومی رزمایش، اهدافی که برای منظور خاصی حمله کردن به نقاط حساسی فرضی، اون اهداف رو با موفقیت تونستن رصد کنن. و مرحله تاکتیکی ناوگان نیروی دریایی هم امروز با تمرین‌های تخصصی و عملیات‌های رهگیری در عمق آب‌های دریای عمان آغاز شد. بادهای متجاوز با سامانه موشکی مرصاد. پدافند هوایی خاتم الانبیا در سومین روز از رزمایش مشترک محمد رسول الله ضمن انجام عملیات کشف، شناسایی و رهگیری هواگردهای دشمن یک بار دیگر با اثبات قدرت و توان موشکی کشور موفق به انهدام و سرنگونی سپهباد متجاوز با شلیک موشک شلمچه از سامانه موشکی مرصاد شدند. الحمدلله امروز شلیک خیلی موفقی داشتیم. هم سامانه مرصاد ما بومی است و هم سامانه موشکی اون، یعنی سیستم موشکی اون، سیستم موشکی شلمچه هست و کاملا ساخت داخل کشور هست. استفاده از انواع رادارهای ثابت و تاکتیکی و بهره‌گیری از اطلاعات دریافت شده از پست‌های دیدبانی بصری و سایت‌های شنود الکترونیکی، رهگیری اهداف متحرک هوایی توسط سامانه‌های کنترل راداری در این مرحله رزمایش اجرا شد. وظیفه شناسایی، رهگیری و سرنگونی هدف‌های متحرک هوایی از جمله پهپادها بر عهده انواع رادارهای ثابت و تاکتیکی بود که به دست متخصصان داخلی ساخته و بومی شده و در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت. دستاوردهایی که قرارگاه پدافند هوایی در این رزمایش به نمایش گذاشت یک دستاورد نوین هست که کنترل، مراقبت، تخصیص و تشخیص هدف رو و واگذاری اون به سامانه‌های ارتفاع پست و متوسط موشکی رو دنبال می‌کنه. کسب برتری هوایی، وارد کردن ضربه به نقاط آسیب پذیر دشمن، پشتیبانی سریع از نیروهای مستقر در دریا و خشکی، انجام تک‌های هوایی در موقعیت‌های از پیش تعیین شده توسط جنگنده‌های واکنش سریع نیروی هوایی با هدایت خلبانان جوان و متعهد و همچنین انجام سوختگیری های متعدد هوایی از جمله برنامه های نیروی هوایی در این مرحله از رزمایش مشترک محمد رسول الله بود. تعدادی از هواپیمای شکاری بمب‌افکن ما در قالب هواپیمای کشور نارنجی یا دشمن خودشونو به اهداف دریایی و خشکی رسوندن
که توسط نیروهای پدافند به هواپیمای آماده ما اسکرمبل داده شد و دارن هواپیماهای دشمن فرضی رو دارن دنبال میکنن تا اجازه ندن اونها اهداف خودشون رو مورد اصابت قرار بدن. در این دستمایش مشترک نیروی دریایی نیز با دو ناو پشتیبانی بوشهر و ناو جماران که هم اکنون در آبهای آزاد حضور دارند نسبت به انجام عملیات شناسایی اقدام کرد.